ما به اون زادگاه، ما به اون نقطه از زمین که درش به دنیا اومدیم وابسته هستیم، پیوسته وابسته هستیم. لذا تمام جهان رو با دوست داشتن زادگاهمون دوست می‌داریم. من آمریکا رو خیلی دوست دارم، ولی تمام آرزوم اینه که به ایران برگردم. برای خیلی ها شنیدن این حرف احمقانه است، و یا اینکه من یک آدمی هستم دارم روز روشن جلوی نور افکنها دروغ میگم. به اهورامزدا ایران، به جون فرزندانم دارم بهتون حقیقت رو میگم. مگه تمام عمر چقدره؟ دیگه هر چی میخواستیم لذت ببریم و هر چی میخواستیم ببینیم، هر تجربه خوب و بد بود رو در این خارج از کشور دیدیم. آدم دوست داره بره دست به اون خاکی بکشه که ازش بر اومده، بتونه بلکه این آخرین سالهای عمرش یه خدمتی به اون کشوری که همه چیز بهش داده اومده بیرون بتونه بره برگرده بکنه. همه اینجوری فکر نمی کنن، مطمئن هستم، خصوصا مردم خودخواه و خودمحور و خودبین. ما برای اینکه بتونیم جهان رو دوست داشته باشیم، اول باید زادگاهمون، میهنمون رو دوست داشته باشیم. معنی دوست داشتن اینه که اول تو باید خودت رو دوست داشته باشی تا درک فهم دوست داشتن رو داشته باشی و بتونی اطرافیانت رو و به طور کلی همه رو دوست داشته باشی. تا زادگاهت رو دوست نداشته باشی، هیچ جا رو نمیتونی دوست داشته باشی. معنی دوست داشتن، حس دوست داشتن رو درک نمی‌کنی. برای دوست داشتن زادگاه هم باید تمام جهان رو دوست داشته باشی. زادگاه ایران. حضورتون عرض کنم که اگر حواسمون رو جمع نکنیم، اگر حواسمون رو جمع نکنیم، دو تا سناریو داره پیش میره. سناریوی یک، با کوشش و تلاش اتحادیه اروپا به سرکردگی انگلستان که آلمان و فرانسه هم دست کمی دیگه از اونا ندارند، این اکانومی گلوبال بسیار بد که الان هرچی بیشتر میخوان این روس ما رو بکنن، بکشن مثل زالوی خون ما رو بیشتر بکشن، یعنی بیشتر از اون سرعتی که میتونه اون خون دوباره ساخته بشه، روسیه منافعش، چین منافعش، آمریکا منافعش، و به طور کلی سیاست هایی که بارها و بارها و بارها به شما گفتم، دموکرات ها، لیبرال ها، خصوصا این گنچه گل جدید نامرئی که مرئی شد و باز شد به نام آقای باراک حسین اوباما، که هزار مسئله دور و بر این مسئله هست و حالا یواش یواش اینها بیرون میاد. اتحادیه اروپا با دست بازتری میتونه مردم ما رو بدبخت در کنه، اسیر تر کنه، فلک زده تر کنه، و در جهت حفظ این حرومزاده ها، این حرامیان، این روزخان ها، این کثیف‌ترین قشر جامعه ما که کشور ما رو اشغال کردند، بتونن در تحمیق ما، در تحقیر ما، در نابودی هرچی بیشتر ما، در روزمرگی ما و بقای این کثافت ها، آمریکا رو هم بیارن و به طور کلی برخلاف 8 سال دولت بوش یک کاسه بشه. به این جنگ های زربری هیدری رابرت گیتس اینو گفت و آقای اوباما اونو گفت و نه نامه ای نفرستادیم و نه این اونجوریه و حالا ببینیم خانم کلینتون با متکی می، این بازی ها رو اگه بخواید اسیدش بشید،
هنوز که هنوز الفبای سیاست خارجی رو نمیدونید. یک سناریو چیزی جز این نیست که این حسن آقا اوباما و دار و دسته اروپاییشون فراماسیونرهای گردن کلفت اون بر ماسونهای این بر و به طور کلی این ترکیب جدیدی که زیر نفوذ مطلق اروپا به سرکردگی انگلیس میخوان تمام سعی و کوشششون رو بکنن اون رژیم رو نگه دارن و حتی منافع روسیه رو هرچه بیشتر کم بکنن یا چین رو، این گونه مسائل بقای این رژیمه. در کنار این سناریو، سناریوی دیگری که بسیار خطرناکه در حال پیشروی است. من بارها به شما گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم، من برای حفظ مملکتم، آزادی مملکتم، اگر کسی رو مانعش ببینم یا احساس بکنم میخواد بیفته دوباره توی دست انداز بدتر از این، الله رو به زمین میکشم، رو در روش میایستم، چه برسه این گروه و اون حزب و اون سازمان و این شخصیت و اون نمیدونم فیگر و این حرفا. خوب اینو تا به امروز فهمیدید. سناریوی دوم که باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم هستن در این بچه هایی که نامشون رو مجاهدین خلق مینا سازمانه نمیدونم شورای مقاومت، بچه های وطن پرستوشون هستن، ولی من شخصا دشمنی خارق‌العاده‌ای با سران اونها، کادر مرکزی اونها، رئیس جمهوری تقلبی اونها، رهبر آخوند صفت اونها، مسعود رجبی که به نظر من نیست، آقا این مرده هست نیست، کجاست، 10 سال چرا ما قیافه کریه هنوز 10 سال پیش رو میبینیم و این گونه مسائل، هیچکی هم نمیاد بگه این کجاست، بود و نبودش هم فرق نمیکنه، ولی امیدوارم باشه، چون این باید در فردای آزاد ایران جوابگوی بسیاری از جنایات و مسائل باشه، زیر یونیفرم صدام رفتن و صورت بوس کردن و نمیدونم در زمان جنگ کشور ما با اونها بودن و این گونه مسائل و هزار مسئله دیگه و کمک به انقلاب کثیف و خونین گوادالوپ و این گونه مسائل، خیلی کار داریم با اینا. فعلا ما الان تمرکز روی حکومت کثیف اسلامی داریم، ولی خشم و کینه اونها به ما طرفداران نظام پادشاهی، به ما میهن پرستان، نمیتونم بگم کمتر از خشم و کینه ایست که ما به اونها داریم. من رک صحبت میکنم، تعارف و رودربایستی هم ندارم. برنامه های تلویزیونیشون رو نگاه کنید، هر جا کم میارن یه زیرابی میزنن به ستمشاهی و رژیم شاه و نمیدونم این گونه مسائل و این صحبت ها. اما برگردیم به اصل مطلب. اون برنامه صحبت هایی کردم، حساب کتاب خود شده داره، زمان خود شده داره، بهش میپردازیم، کاملا آگاه هستیم ما اونا کجا ایستادیم و باورم بکنید کم هم ازشون نمی... ولی سناریوی دوم، رهبران دوزاری اونا نیستن، با احترام میگم اگر در بچه های پایینی که اونجا دارن زحمت بکشن وطن برستن، هیچ مشکلی باشون ندارم، من با کادر مرکزی و اون رأس هرمشون کار دارم که جز خیانت به ایران ما کار دیگری نکردن. حالا گوش کنید، دعواشون هم با آخوندا سر اینه که چرا 30 سال پیش خمینی نذاش مسعود رئیس جمهور بشه، مثلا همون انداختن و اندازه استخون بود دعواشون شد. ببینید سناریوی دوم که باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم، به شما مردم گفتم با هر طیف، از هر طیف تفکر، اندیشه سیاسی، هر چی که هستید، بیایید بریم جلو کاخ سفید، صدای فریادمون رو به گوش اوباما و کلینتون و میچل و نمیدونم جو بایدن و اینا برسونیم که آقا مشکل ما غنی‌سازی اورانیوم یا حمایت این رژیم از تروریست‌های حماس و الفتح و نمیدونم الجهاد و حسن نصرالله نیست، مشکل